عرض کردم خدمتتون که ما در مسائل پول و بانک احتیاج داریم که معیارهای متعدد پولی رو تحت عنوان مانی اگریگیتس یا کلهای پولی رو باید در نظر بگیریم که تصویر کاملی از وضعیت پولی جامعه داشته باشیم. خیلی خوب. حالا میریم سراغ نقش بانک ها در سیستم پولی و پس از نقش بانک ها نقش بانک مرکزی رو در سیستم پولی خواهیم دید. پس بنابراین از اسلاید 13 تا شاید یه چیز حدود 20 اسلاید ما فقط در مورد این که نقش بانک ها در سیستم پولی چیست صحبت خواهیم کرد. ابتدا عرض کنم خدمتتون که عرضه پول مساویست با اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده جاری، حساب جاری. تا انتهای این فصل ما به حساب های سپرده پسنداز دیگه بر نمی خوریم، دیگه نمی پردازیم. دقت بفرمایید، یعنی پول رو که ما در نظر می گیریم پول شامل اسکناس و مسکوک میشه و شامل حساب جاری یا حساب دیداری. خب دوستان عزیز، من یک سوال از شما بپرسم. از دوستان عزیز، خب حساب جاری به نظر شما، حساب دیداری به نظر شما چرا مهم هست؟ کدوم عملکرد پول، کدوم کارکرد پول در حساب‌های دیداری یا حساب جاری پررنگ‌تر هست؟ سه تا کارکرد معرفی کردی. احسنت. ابزار مبادله است، مخصوصا در کشوری که تورم وجود داشته باشه افراد پول را درون حساب جاری نگه نمی‌دارند مگر اینکه به این پول نیاز داشته باشن برای مبادلات. بله. خب پس ببینید، ما اگر M رو تعریف میکنیم، این تا آخر این دوره، لااقل تا آخر این فصل با ما خواهد بود. M منظور مانی هست. دوستان عزیز، در این فصل کدوم یک از M0، M1، M2 رو ما داریم روش تمرکز پیدا میکنیم؟ این M کدوم یک از اون سه امی هست که قبلا خدمت رو معرفی؟ احسنت. M1 هست. ما الان داریم رو M1 تمرکز پیدا میکنیم. پس M1 مساویست با C یعنی کارنسی، یعنی اسکناس و مسکوک، به علاوه D یعنی دیپازیت. کدام دیپازیت؟ چکبل دیپازیت، چکینگ دیپازیت، دیمند دیپازیت. یعنی چی؟ یعنی حساب‌های سپرده. از آنجایی که عرضه پول شامل سپرده های جاری است، سیستم بانکی نقش مهمی را ایفا می کند. دقت بفرمایید، اسکناس و مسکوک هم در اختیار افراد هست، هم در اختیار سیستم بانکی. اما دیمند دپازیت کلن در اختیار سیستم بانکای تجاری است. بسیار خوب. قبل از اینکه ادامه بدیم یک سری تعاریف باید داشته باشیم. تعریف اول رو خیلی ساده مطرح می کنیم تحت عنوان ذخایر یا ریزروز. ذخایر یا ریزروز رو بخشی از سپرده هایی می شناسیم که بانک وام نمی دهد. دقت بفرمایید، این تعریف بسیار سطح پایین ذخایر هست. یعنی ما فقط برای این فصل ذخایر رو داریم اینگونه تعریف می کنیم. پس کل سپرده های جاری رو وقتی در نظر می گیریم، برداشتمون این هست که بخشی از این سپرده های جاری رو بانک وام نمی دهد و باقی مانده را بانک وام می دهد. یا اینجوری بگیم، برخی از سپرده ها رو بانک وام می دهد، بخشی رو وام نمی دهد که تحت عنوان ریزروز یا ذخایر می شناسیم. بدهی های یک بانک شامل سپرده هاست، دارایی ها شامل ذخایر و مانده تسهیلات است. پس ببینید، بانک سپرده هایی دریافت می کنه که این سپرده ها لایابیلیتی بانک به حساب میاد، بدهی بانک به حساب میاد. این را به دو بخش تقسیم میکنه، لااقل در این فصل فرضمون بر این است که به دو بخش تقسیم میکنه. یا نگه میداره برای روز مبادا که مشکلی پیش نیاد، تحت عنوان ذخایر میشناسیم. یا تسهیلات پرداخت میکنه که مجموع مانده تسهیلات و ذخایر باید مساوی بشه با مقدار سپرده ها، یعنی بانک باید بالانس باشه، باید تراز باشه. تا اینجا که مشکلی نیست دوستان، اگر سوالی هست بفرمایید. بسیار خب، سوالی نیست فعلا. خب دقت بفرمایید، ببینید ما دو نوع سیستم بانکداری در گذشته و امروز داشتیم و داریم.
یک نوع سیستم بانکداری هست تحت عنوان نظام بانکی ذخیره‌گیری کامل یا ذخیره‌گیری 100% میشناسیم. پس این یک نوع نظام بانکی است. نظام بانکی ذخیره‌گیری کامل یا ذخیره‌گیری 100%. نظام دیگری که داریم نظام بانکی ذخیره‌گیری جزئی است. در نظام بانکی ذخیره‌گیری کامل بانک تمام سپرده ها رو به ذخیره تبدیل میکنه و به عنوان ذخیره نگه میداره. بانک وسیله، در واقع بانک اینترمدیری نیست، بانک واسطه مالی نیست در نظام بانکی ذخیره‌گیری 100%. بانک تنها امین سپرده گذاران است. سپرده گذاران سپرده شون رو میگذارن نزد بانک، هر زمانی هم که نیاز داشتن برمیگردند سپرده خودشون رو از بانک دریافت میکنند. دقت بفرمایید. خیلی خوب دوستان عزیز، این سیستم ذخیره گیری 100%، حالا ممکنه با سود باشه ممکنه بدون سود باشه، به نظر شما این طور بانکی واقعا هست؟ بله، من الان سوالم همینه. به نظر شما چگونه ممکنه ما چنین بانکی داشته باشیم؟ آیا ممکنه ما بانکی داشته باشیم که ذخیره گیری 100% داشته باشه؟ بله، حالا فکر کنید یه مقدار روش. ممکنه بانک های سوئیس، حالا ممکنه، مطمئن نیستم، ولی بانک های سوئیس، بعضی از بانک های سوئیس هستن که روی سپرده ها فی دریافت میکنن، نه فقط سود نمیدهند بلکه فی دریافت میکنن، یعنی یک در واقع سود منفی پرداخت میکنن به سپرده گذار، یا از سپرده گذار سود دریافت میکنن. در میفرمایید؟ احسنت آقای نجفی، باریکلا آقای نجفی. ببینید، بانک ممکنه نظام ذخیره گیری 100% داشته باشه اگر که اوراق خریداری کنه. حالا دقت بفرمایید، ببینید نظام بانکی فعلی در دنیا، ایران منظورم نیستا، ایران ما یک نظام بانکی عجیب غریبی داریم، یک موجود ناشناخته است برای ما. نظام بانکی در دنیا به این صورت هست که معمولاً بانک ها به میزان پولی که در اختیار دارند یا به میزان سپرده های جاری و سپرده های دیداری که در اختیار دارند، معمولاً یا ذخایر نزد بانک مرکزی دارند یا اوراق دولتی خریدند. بنابراین این قسمت بانک، نظام بانکداری کاملاً نظام بانکداری ذخیره گیری 100% هست. دقت فرمودید؟ خب یک مقدار دیگری هست که اینها دیگه سپرده جاری نیست، سپرده دیداری نیست. دقت می‌فرمایید، این مقداری که سپرده جاری و سپرده دیداری نیست رو تحت عنوان شپ پول یا حساب‌های هزینه‌زای بانکی می‌شناسیم. در ایران شاید برداشت این باشه که بانک‌های بین‌المللی میان رو اینا ربا می‌دهند. برداشت نظام بانک‌های بین‌المللی این نیست، میگه اگر که شما اومدی پول تو ذخیره کردی در شبه پول به مدت 6 ماه، به مدت 1 سال، به مدت 3 سال، به مدت 5 سال، اگر شما اومدی ذخیره کردی، سپرده کردی، تعهد کردی که پول تو در بانک نگهداری، این دیگه سپرده گذاری در بانک نیست، این سرمایه گذاری در بانک است. شما داری در فعالیت‌های بانکی من سرمایه گذاری می‌کنی در واقع. بنابراین بانک از طرف شما به فرد دیگری تسهیلات میدهد، بنابراین بانک به شما سود میدهد چون شما کمک کردید که سرمایه گذاری بانک انجام بدهد در تسهیلاتی که به فرد دیگری اعطا میشود. بنابراین نظام فعلی جهانی یک چیزی است تحت عنوان نظام ذخیره گیری 100% روی چکبل اکاونتس، روی در واقع حساب‌های جاری میتونیم بگیم که بخشی از نظام بانکی ذخیره‌گیری 100% انجام میدهد. خیلی خوب، حالا چرا ما احتیاج داریم به ذخیره‌گیری؟ کسی از دوستان میدونه؟ اینو متاسفانه الان اینجا در اسلاید ها نیست. چرا بانک ها باید ذخیره نگه دارن؟ برای تسویه، برای بحران؟ آره نه، کفایت سرمایه نه. به خاطر کدوم ریسک آقای قدکساز؟ بانکران، آفرین آقای کلانتری. تا نقدینگی کنترل شود خیر. آقای میساقی خیر.
سیاست انبساطی انقباضی خیر. حالا اینکه نقش فدرال رزرو چی است و بعدا آقای ندایی بهش میرسیم. برای تسویه شبانه، بله بخشش برای تسویه شبانه است. نامحدود خلق پول نداشته باشه، نه به این دلیل نبوده که اول ذخیره گیری آمده است، ولی نظام ذخیره گیری 100% یعنی اصلا قدرت خلق پول از بانک به طور کامل بگیریم، که قبل از استراحت خدمت شما توضیح دادم که اتفاقا راه درست برای بانکی که در تسهیلات دهی توانایی کافی نداره و صلاحیت کافی نداره اینه که قدرت خلق پول از این بانک کامل بگیریم. اعتبار نزد بانک مرکزی. بعد این قسمت اون ذخایر رو حالا ما نگفتیم. اون ذخایر رو بانک نزد بانک مرکزی در واقع دارد. نه اینکه منتقل هم نمیتواند بکند. اون ذخایر رو نزد بانک مرکزی دارد. بله پای پولی همون ذخایر هست آقای کلانتری. سیاست انقباضی. حالا من خدمتتون توضیح میدم. ببینید ذخیره بانک باید نگه داره که اگر که یک وقتی تعداد مشتریانی که درخواست بازگشت سپرده هاشون رو میکنن یا درخواست انتقال به بانک دیگری رو میکنن اگر افزایش پیدا کنه، بانک با مشکل مواجه نشود. ذخیره گیری به این دلیله که با ریسک نقد پذیری و ریسک هجوم بانکی مقابله شود. این دلیل اصلی ذخیره گیری هست. منتها در نظام ذخیره گیری جزئی میگه که ما احتیاجی نداریم که به اندازه کل حساب‌های سپرده جاری ذخیره نگه داریم. بانک به این مقدار احتیاجی ممکنه نداشته باشه یا به اندازه کل سپرده ها ذخیره داشته باشه. اگر که به اندازه کل سپرده ها بانک ذخیره گیری انجام ندهد، اون وقت به یک واقعیتی میرسیم که در بانک توانایی خلق پول پیدا میکند. این توانایی خلق پول چون حاکمیت پشت بانک ها قرار میگیرد، این توانایی خلق پول در واقع از حاکمیت به بانک منتقل میشه. یعنی یک امتیاز ویژه است که از حاکمیت به بانک تجاری اعطا می شود. بنابراین اگر چنین هست، بانک باید تحت نظارت خیلی جدی قرار بگیرد. برخی از افراد ساده لوحانه میگن که خب کاری نداره که بانک ها رو دولتی بکنیم که تحت نظارت خیلی جدی قرار بگیرند. خب بانک دولتی که اصلا نظارتی ندارد. حالا برفرض بانک دولتی تخلف بکنه، چه کسی میره مثلا در واقع حسابرسی بکنه از بانک دولتی؟ اگر مدیر بانک دولتی تخلف کرد، ناظر و نظارت شونده یکیست، تعارض منافع به وجود میاد. بنابراین بانک ها باید 100% خصوصی باشن، قدرت خلق پول به بانک خصوصی داده بشود به شرط ها و شروط ها، و مهمترین شروط یکی این هست که بر بانک نظارت کافی صورت بگیره، و مسئله بعدی این هست که بانک باید کفایت سرمایه رو رعایت کنه. یعنی چی؟ یعنی پول مالکان بانک در اختیار بانک باشه که اگر بانک ضرر کرد از ثروت مالکان بانک هزینه شود. بسیار. پس پاسخگویی با بانک خصوصی به وجود میاد، نه بانک دولتی. اون افرادی که از نظام بانکی فعلی ایران انتقاد میکنند و راهکار رو حذف بانک‌های خصوصی در جهت استیلای کامل بانک‌های دولتی میدونن، این افراد به نظر من هیچی از نظام بانکی نمیدونن. اصلا از این سازوکار، اصلا اینکه این چه شکلی شکل گرفته نظام بانکی، به نظر نمیرسه که آشنایی کافی داشته باشن. برای درک نقش بانک‌ها سه سناریو رو در نظر خواهیم گرفت. یک، هیچ بانکی نیست. دو، نظام بانکی ذخیره‌گیری 100% داره، یعنی بانک‌ها همه سپرده‌ها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارن. و سوم اینکه نظام بانکی ذخیره‌گیری جزئی داره، بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارن، از بقیه برای وام استفاده می‌کنن. در سناریوی ما سی مساوی 1000 دلار است. سی چی بود دوستان؟ سی یعنی کارنسی، یعنی اسکناس و مسکوک. فرض کنید کل اسکناس و مسکوک جامعه حدود 1000 دلار بوده باشه. فقط می‌فرمایید اگر هیچ بانکی نداشته باشیم، بنابراین مقدار پول درون جامعه مساویست با اسکناس و مسکوکی که درون جامعه هست، مساویست با 1000 دلار. دنیای ما قبل مدرن در دنیای سنتیش بانکی وجود نداشت. بنابراین
مقدار حجم پول درون جامعه مساوی بود با مقدار اسکناس و مسکوکی که حاکمیت به وجود می آورد. حالا اگر که ما سناریوی دوم رو داشته باشیم، یعنی بانکداری با ذخیره گیری 100% یا با ذخیره گیری کامل داشته باشیم، در ابتدا 1000 تومان اسکناس و مسکوک داریم، اما بانکی داریم که هیچی درش تازه به وجود آمده و هیچ سپرده‌ای رو جذب نکرده، مقدار کل پول درون جامعه 1000 هست. پس به میزان اسکناس و مسکوک 1000، ما در واقع 1000 دلار پول داریم، 1000 دلار اسکناس و مسکوک داریم. بعد از اینکه بانک به وجود آمد، مردم پولاشون رو میذارن داخل بانک. حالا 1000 دلار نزد کیست؟ نزد بانک هست. به عنوان بدهی بانک هست یا به عنوان دارایی بانک؟ به عنوان بدهی بانک هست. دقت فرمودید. پس 1000 دلار رو سپرده میکنیم، بانک این 1000 دلار رو میگیره، داخل صندوق خودش قرار میده. خب بانک داخل صندوق چه مقدار پول داره؟ 1000 دلار. چه مقدار بدهی داره بانک؟ چه مقدار از مردم گرفته؟ 1000 دلار. آیا اینها با هم تراز هستند؟ بله، کاملا تراز هستند. پس بنابراین اگر که نظام بانکداری ذخیره گیری 100% داشته باشیم، کلن به بانک اجازه خلق پول نمیدهیم. 100% ذخیره بانکی تأثیری در اندازه عرضه پول ندارد. یعنی نظام بانکی 100%، نظام بانکی با ذخیره گیری 100% تأثیری در اندازه عرضه پول ندارد. این پول رو بانک مرکزی اسکناس و مسکوک منتشر میکنه و در اختیار جامعه قرار میده و جامعه این 1000 دلار رو به امانت نزد بانک قرار میدهند. حالا فرض کنید که سناریوی سوم باشه، یعنی بانک نظام ذخیره گیری جزئی داشته باشه. فرض کنید ذخیره گیری جزئی ما 20% باشه. پس ذخیره گیری 20% ما داشته باشیم. در ذخیره گیری 20% مثلا اگر 1000 دلار نزد بانک افراد سپرده کنند، 200 دلار رو به عنوان ذخایر بانک نگه می‌داره، 800 دلار رو به عنوان تسهیلات به افراد دیگر وام می‌دهد. خب دوستان دقت بفرمایید، سناریوی 3 به این صورت است که نظام بانکی ذخیره گیری جزئی انجام میده. یعنی اگر شما پولی رو داخل بانک بگذارید، 1000 دلار داخل بانک بگذارید، 20% اون رو به عنوان مثال، یعنی 200 دلار رو به عنوان ذخیره، به عنوان ریزرو بانک نگه می‌داره. حالا اینجا اصلا نگفتیم نزد کی نگه می‌داره، اما در واقع نزد بانک مرکزی باید این پول ذخیره بشود. دست 200 دلار نزد بانک مرکزی است، 800 دلار وام تسهیلات نظام بانکی در اختیار جامعه قرار میده. دقت بفرمایید، این به این معنی است که اگر 1000 دلار اسکناس و مسکوک در جامعه در جریان باشه و در اختیار نظام بانکی قرار بگیرد، نظام بانکی در واقع از 1000 دلار 800 دلار پول جدید به وجود می آورد که داخل حساب نظام بانکی مجدداً سپرده شده است. پس دقت بفرمایید، 1000 دلار افراد داخل بانک گذاشتند، بانک 200 دلار رو نگه می‌داره، 800 دلار رو وام میده، در مجموع الان اقتصاد ما 1800 دلار پول داره. دیگه 1000 دلار نیست، 1800 دلار پول داره که که 1000 دلار سپرده جاری است و 800 دلار وام گیرنده اسکناس و مسکوک دریافت کرده است. دقت فرمودید؟ ببین چقدر جالب شد. ببینید چی شد. یه بار دیگه عرض میکنم خدمتتون، شما 1000 دلار داشتید، رفتید نزد بانک گذاشتید، بانک از این 1000 دلار شما که به صورت فیزیکی پولو گرفته، 200 دلارشو میذاره داخل صندوق یا میذاره نزد بانک مرکزی، حالا به هر حال 200 دلارشو میذاره کنار، 800 دلارشو به یک فرد دیگه وام میده. این فردی که 800 دلار رو میگیره از بانک خارج میشه. پس افراد در جامعه برداشتشون این است که 800 دلار الان در اختیار جامعه هست، 1000 دلار هم که جامعه سپرده گذاران از بانک طلب داشتند، روی همدیگه میشه 1800 دلار. پس روی هم الان ما 1800 دلار پول داریم. خب چه درسی میگیریم؟ در یک سیستم بانکی با ذخیره گیری جزئی بانک ها پول خلق میکنند. این رو باید دقت کنیم، در نظام ذخیره گیری جزئی بانک ها پول خلق میکنند.
حالا فرض کنید این 800 دلاری رو که وام گیرنده گرفت، این 800 دلار رو مستقیم ببره نزد بانک دیگری بگذارد، یا این 800 دلار رو خرج کنه، کالایی رو خریداری کنه، در نهایت فردی که اون کالا رو فروخته 800 دلار رو دریافت کنه، حالا بذاره در بانک دوم. حالا بانک چقدر پول داره دوستان؟ بانک دوم چقدر پول داره؟ چقدر پول فیزیکی نزد بانک دوم هست؟ احسنت، 800 دلار الان فیزیکی نزد بانک دوم هست. صحبتمون با بانک اول تموم شد. 1800 دلار فعلا در بانک اول، حاصل عملیات بانک اول 1800 دلار عرضه پول داشتیم. حالا 800 دلار بچه نقد نزد بانک دوم هست. بانک دوم 20% نگه میداره، یعنی 160 دلار، 640 دلار رو قرض میدهد. این 640 دلار دوباره میره بانک سوم، مستقیم یا غیر مستقیم میره بانک سوم. 640 دلار در بانک سوم 128 دلار درون بانک ذخیره می شود، 512 دلار دوباره وام داده می شود، میره بانک چهارم، پس هم میره بانک پنجم، میره بانک ششم. پس ببینید اول 1000 دلار اسکناس و مسکوک داشتیم، 800 دلار بر پایه اون در واقع وام دادیم، بعد 640 دلار بر پایه اون وام دادیم، بعد 512 دلار بر پایه اون وام دادیم. اگر اینها رو با هم دیگه جمع کنیم، خب ببینیم که مرتب در حال رشد هست. چقدر رشد میکنه؟ ما از عملیات ریاضی میدونیم که در واقع این تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه این عملیات، ولی هر بار مبلغ خلق پول کوچکتر خواهد بود، و اگر بخوایم کل حجم پول رو به دست بیاریم باید 1000 رو تقسیم بر نسبت ذخایر به سپرده ها بکنیم. در اینجا نسبت ذخایر به سپرده ها بود 20% یا 0.2. پس اگر بخوایم کل عرضه پول رو در این فرایند به دست بیاریم، باید 1000 رو تقسیم بر 0.2 بکنیم، یا 1000 رو ضرب در 5 بکنیم، یعنی 5000 دلار پول در نهایت در این اقتصاد در جریان قرار خواهد گرفت. از این 5000، 1000 دلارش اسکناس و مسکوکه که از اول بانک مرکزی تزریق کرده بود به این نظام پولی، و 4000 دلار دیگرش رو نظام بانک‌های تجاری اقدام به خلق پول کردند. پس یک نظام بانکی با ذخیره‌گیری جزئی پول خلق می‌کند، اما ثروت ایجاد نمی‌کند. دقت بفرمایید، این اتفاقا جالبه که آقای منکیون رو گفته، چون اون دوستان عزیزی که در ایران مباحث رو به درستی متوجه نشدند و ایراد می‌گیرند از نظام ذخیره‌گیری جزئی، برداشتشون این هست که خلق پول یعنی خلق ثروت. دوستان عزیز، خلق پول یعنی چه؟ نه آقای بزرگان، در این احسنت برای آقای قربانزاده، اینجا خلق پول یعنی خلق بدهی. از طریق خلق بدهی شما داری نقدینگی ایجاد میکنی، نه از طریق خلق ثروت. شما در واقع به افراد دیگری وام دادی. نه آقای پاکربان، در واقع شما در نظام ذخیره‌گیری جزئی بانک‌های تجاری اقدام به خلق ثروت نمی‌کنند. بانک‌های تجاری همون کاری رو می‌کنند که افراد عادی جامعه وقتی چک می‌کشند انجام می‌دهند. وقتی شما یک چکی رو به فرد دیگری تحویل می‌دهی، آیا برای خودت ثروت خلق کردی یا بدهی به وجود آوردی؟ بدهی به وجود آوردی. پس اگر هم ما اون 1000 دلار اولیه رو، اگر اون 1000 دلار اولیه رو ما حالا ثروت در نظر بگیریم که اون هم باز محل بحث هست، ولی اگر اون 1000 دلار اولیه رو ثروت در نظر بگیریم، این 4000 دلار پولی رو که بانک ساخته است، در واقع از مسیر 4000 دلار بدهی این پول را خلق کرده است. پس وام های بانکی مقداری پول جدید به وام گیرندگان میدهد و مقداری مساوی بدهی جدید خلق میکند. بنابراین اینجوری نیست که این پول رو ما برای کل جامعه ثروت در نظر بگیریم. دوستان دقت بفرمایید، ثروت جامعه چقدر در این فرایند افزایش پیدا کرد؟ 1000 دلار پول داشتیم، الان 5000 دلار پول داریم، اما 4000 دلار این جامعه بدهی بالا آورده. تفاوت بین 4000 دلار پول خلق شده و 4000 دلار بدهی تفاوت چقدره؟ نت چقدر ثروت به وجود آمده؟
نت صفر دلار بدهی به وجود آمده، مگر اینکه نظام بانکی به خلق بدهی ادامه بده ولی این بدهی بر نگرده، اون وقت ما تورم خواهیم داشت. آنگاه ما تورم خواهیم داشت. بسیار خب، حالا دقت بفرمایید دوستان عزیز. حالا ما اگر بخوایم یک مقدار واقعی تر به قضایا نگاه کنیم، الان شما ببینید من یک ترازنامه بانک رو الان اومدم اینجا خدمت شما به صورت شماتیک اینجا گذاشتیم. در این ترازنامه 200 دلار ذخیره داره مثل قبل، 500 دلار وام داده بانک، 300 دلار سرمایه گذاری کرده در سهام و در اوراق. پس اون 1000 دلار قبلا الان هم 1000 دلاره، منتها در طرف دارایی ها متوجه شدیم که بانک به جای اینکه وام بدهد، تسهیلات بدهد، می تواند در اوراق و در اوراق بهادار به طور کلی، یعنی سهام و اوراق قرضه، می تواند سرمایه گذاری کند. خیلی باب هست در نظام بانکی بین المللی. یک چیزی حدود 20% 30% در اوراق و در اوراق بهادار به طور کلی سرمایه گذاری می شود، بیشتر هم در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می شود. ولی از طرف دیگه وقتی که ما طرف بدهی ها رو نگاه می کنیم، اینجوری نیست که در طرف بدهی ها در نظام بانکی مدرن همه 1000 دلار از محل سپردگیری تأمین شده باشد، بلکه مثلا اینطور هست که 750 دلار از محل سپرده ها تأمین شده، 200 دلار اوراق بانک منتشر کرده، یعنی در طرف دارایی ها بانک اوراق می خرد، اوراق دولتی رو می خرد، در طرف بدهی ها بانک خیلی وقتا به جای این که سپرده دریافت کنه اوراق مشارکت شرکتی می فروشد. 200 مثلا دلار یا 20% کل ترازنامه بانک اوراق فروخته است و 50 دلار 5% به عنوان مثال در واقع از محل سرمایه مالکان بانک تأمین می شود. خب چرا این داره ما مهمه؟ دقت بفرمایید اینجا رو ببینید، چون ما یک نسبتی میتونیم داشته باشیم تحت عنوان leverage ratio یا نسبت اهرمی. خب منظور از leverage چیه؟ منظور از اهرم چیه؟ منظور از اهرم استفاده از پول قرض گرفته شده برای تکمیل وجوه موجود برای اهداف سرمایه گذاری است. به طور مشخص یعنی قرض کنه بانک، هر چقدر بانک بیشتر قرض کنه بیشتر اهرمی میشه، هر چقدر بانک بیشتر سپرده جذب کنه بیشتر اهرمی میشه، هر چقدر بانک بیشتر اوراق بدهی منتشر کنه بیشتر اهرمی میشه. بنابراین نسبتی معرفی میکنیم تحت عنوان نسبت اهرمی یا نسبت کفایت سرمایه. حالا نسبت کفایت سرمایه معکوس این هست، ولی نسبت اهرمی یا لورج ریشیو مساوی است با دارایی تقسیم بر سرمایه. خب دوستان عزیز کل دارایی که ما داریم چقدره؟ شما بگید. مشخص بود دیگه. احسنت، 1000 دلاره، یعنی 200 به علاوه 500 به علاوه 300. اینا رو با هم دیگه جمع کنیم میشه 1000. 1000 رو تقسیم میکنیم بر مقدار کپیتال، مقدار سرمایه. مقدار سرمایه ما چقدره؟ 50. مقدار سرمایه ما 50. اگر 1000 رو تقسیم بر 50 بکنیم میرسیم به نسبت اهرمی 20. میرسیم به نسبت اهرمی 20. خب حالا دقت بفرمایید، اگر این بانک اومد و 50 دلار از 1000 دلار رو ضرر کرد، چگونه ضرر کرد؟ 500 دلار وام داده، 10% وام ها بر نگشته. خب ما برمیگردیم آقای فاطمی، دقت بفرمایید اینجا هست. ببینید 50 دلار اولی که گفتیم، این 50 دلار کجا بود؟ سرمایه، ببخشید من اصلا خط میکشم که مشخص بشه، ما امروز از ابزارهامون خیلی استفاده نکردیم، درسته؟ این رو ببینید آقای فاطمی، بله. خب این رو هم مجموع میزنیم، جمع میکنیم این سه تا اقلام رو با هم دیگه، میشه 1000، درسته؟ حالا اگر 1000 رو، اگر این 1000ی که داشتیم تقسیم بر 50 بکنیم، این میگه نسبت اهرمی ما، در واقع اگر این دوتا عدد رو بر هم تقسیم بکنیم نسبت اهرمی ما مساوی است با 20. حالا درسته آقای فاطمی عزیز؟
آقای فاطمی اگه بنویسید بهتره چون میکروفون قطع میشه. آقای جیرودی نمیگیم چرا دپازیت 750، فرض میکنیم یک بانکی 750 تومن از مردم به صورت سپرده گرفته باشه، 200 تومن یا 200 دلار قرض کرده باشه، 50 دلار هم از سهامدار گرفته باشه. دقیقا یعنی فرض ماست. اینجا 750 از اینجا اومده. ببینید این 750. ببینید؟ اینجا چطوره؟ در طرف دارایی ها. اون وقت این 1000 دلاری رو که از مردم کلن گرفته، 200 دلارش داخل بانک نگه میداره به عنوان ریزرو یا نزد بانک مرکزی نگه میداره به عنوان ریزرو، 500 دلار وام داده، 300 دلار رو رفته چی خریده؟ رفته اوراق خریده یا سهام خریده. تا اینجا مشکلی نیست که. حالا میگیم اگر این 1000 مجموعه دارایی ها رو 1000 رو تقسیم بر این 50 که میزان سرمایه سهامداران است بکنیم، به یک عدد 20 میرسیم. حالا میخوایم بگیم چرا این 20 مهمه واسه ما. میگیم که مگر بانک 500 دلار وام نداده. ببین الان 500 دلار. مگر بانک 500 دلار وام نداده، این 500. درسته؟ فرض کنید این 500 دلار 10% بر نگرده. اگر 10% 500 دلار بر نگرده، چند درصد بر میگرده؟ نود درصد بر میگرده. 90 ضرب در 500. دوستان بعد از یک سال چقدر پول داره بانک؟ این بانک چقدر پول داره بعد از یک سال؟ 90 ضرب در 500 بکنیم مساوی میشه با 450. درسته؟ مساوی میشه با 450. خب حالا دیگه 500 نمیگذاریم، یه خط روش میکشیم، به جای 500 میذاریم 450. حالا 450 به علاوه 200 به علاوه 300 چقدر میشه؟ میشه 950. درسته؟ 950 مجموع دارایی های ماست. مجموع بدهی های ما چقدره؟ مجموع بدهی ما همون 1000 قبلی مونده. دقت فرمودید؟ مجموع بدهی های ما همون 1000 قبلی مونده. پس ما به اندازه بدهی دارایی نداریم. پس به اندازه بدهی دارایی نداریم. چه کسی باید این زیان 50 دلاری رو بپردازد؟ از بین سپرده گذار، از بین وام دهنده به بانک و از بین سهامدار، چه کسی این 50 دلار رو میپردازه؟ احسنت. یعنی این مقدار اکوتی ما که قبلا 50 بود تبدیل میشه به چی؟ این مقدار 50 تبدیل میشه به صفر. چه کسی ضرر اول رو متحمل میشه؟ سهامداران بانک هستن که ضرر اول رو مرتکب میشوند، منتها به شرطی که بانک خصوصی باشه. اگر بانک دولتی باشه چی؟ آفرین، در ایران مردم. دقیقا. اگر بانک دولتی بود، آیا این نسبت کفایت سرمایه تأثیری میگذاره بر رفتار مدیران بانک؟ مطلقا. الان بانک داریم در ایران خصوصیه، نسبت کفایت سرمایه حدود 15. مالکان بانک مو رو از ماست میکشند. دقیقا میفرمایید، مالکان بانک مو رو از ماست میکشند. بله دقیقا. بسیار. حالا کفایت سرمایه، حداقل میزان سرمایه که توسط نهادهای نظارتی تعیین میشود، که نسبت کفایت سرمایه مثلا قبلا 4% و 8% بود، الان حداقل 6.5% و 8% هست. منتها اون 8% هم گاهی وقتا تا حدود 18% افزایش پیدا میکنه، بستگی به شرایط اقتصاد داره. در نظر گرفته شده. خب کفایت سرمایه در نظر گرفته شده برای اطمینان از اینکه بانک ها قادر به پاس پرداخت سپرده گذاران هستند. برای بانک هایی که دارایی های با ریسک بیشتر دارند نسبت کفایت سرمایه بالاتر است. خب ما چگونه اینو محاسبه میکنیم؟ دقت بفرمایید، ما چگونه میزان کفایت سرمایه رو تعیین میکنیم؟
نگاه میکنیم ببینیم که دارایی هایی که بانک های مختلف دارن چقدر ریسک داره. اگر بانکی بیشتر اوراق خریده، اگر بانکی اوراق بیشتر خریده دیگه نیازی نیست که کفایت سرمایه بالا داشته باشه. باز برگشتیم به صحبت بنده که امیدوارم یک روزی ما بتونیم، شما دوستان، شما شاگردان عزیز، شما یک روزی در بانک مرکزی، در وزارت اقتصاد، در نهادهای تصمیم گیری حضور داشته باشید، ما بتونیم دیالوگ کنیم. یعنی چون اصلا هیچ به نظر نمیرسه آشنایی داشته باشند این دوستان عزیز که چگونه باید سیاست گذاری کنند. باز برمیگردیم به یک بانکی که مشکل دار هست. دوستان عزیز، اگر بانکی مشکل دار هست، نسبت کفایت سرمایهش بالاست یا پایینه؟ نسبت کفایت سرمایه پایینه، پس سرمایه نداره. بانکی که سرمایه نداره چه دارایی داشته باشه که با این فقر سرمایش همخوانی داشته باشد؟ احسنت. چون اوراق بدون ریسک نیاز به سرمایه هم ندارد. بنابراین اگر بانکی کفایت سرمایش پایین هست به خاطر زیانهای عمده‌ای که داده، باز برمیگردیم به این که سعی کنیم که از بانک رو موظف کنیم که فقط در اوراق سرمایه گذاری کنه. خیلی خوب. حالا در بحران مالی سال 2008-2009 زیان ناشی از وام‌های رهنی، یعنی وام‌هایی که برای خرید ملک در اختیار افراد قرار گرفت از سوی بانک‌ها. منتها وقتی بخشی از این وام‌ها بازنگشت، سرمایه بانک‌ها کاهش پیدا کرد. اینکه سرمایه بانک‌ها کاهش پیدا کرد، بانک‌ها نتوانستند به با سرعت اعطای تسهیلات جدید داشته باشند. چرا؟ چون دیگه سرمایه نداشتند. چون وضعیت خیلی ریسکی بود. وقتی بانک‌ها به اندازه کافی تسهیلات اعطا نکنند، چه اتفاقی در کشور خواهد افتاد؟ رکود. در حدی فرمه رکود حاکم خواهد شد. دولت برای کاهش بحران و تشویق وام بیشتر، میلیاردها دلار سرمایه به بانک‌ها تزریق کرد. البته این سرمایه رو بلافاصله بعد از اینکه بحران تا حدی متوقف شد، این سرمایه رو مجدداً دولت پس گرفت. خب دوستان عزیز، الان ببینید ما چه مدل راحتی رو الان به وجود میاریم. ما یک بی تعریف می‌کنیم. این بی رو در ادبیات اقتصاد کلان یا در ادبیات بانک‌های مرکزی تحت عنوان ام بی می‌شناسیم. ام بی یعنی چی؟ MB یعنی چی دوستان عزیز؟ احسن. پایه پولی یا مانیتری بیس. بیس یعنی پایه، مانیتری یعنی پولی، پس MB پایه پولیه. الان اینجا MB همین بی هست که شما دارید میبینید. چگونه ما پایه پولی رو تعریف میکنیم؟ میگیم پایه پولی پولی است که بانک مرکزی به وجود میاره. پایه پولی دو بخش داره. یکی سی هست. سی چی بود دوستان؟ یکی سی هست. دقت بفرمایید. سی چه هست؟ سی همون کارنسی هست یا اسکناس و مسکوک. آر چه هست؟ آر مقدار ذخایری که قبلا خدمت شما عرض کردیم، ذخایر. آر همون ذخایره. منتها ذخایر رو در نزد بانک مرکزی است. بیشتر من جلو برم باشد که در کلاس سیاست گذاری پولی اگر دوستان علاقه داشتن شرکت کنند یا دوره قبلی رو خریداری کنند، چون بعد از عید دوره های جدید رو ما مجدداً دوره ها رو تکرار خواهیم کرد. آر در واقع پولی است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی به وجود می آورد و ذخایر مقداری در واقع نسبت ذخیره به سپرده یا سپرده قانونی مقداری است که بانک‌ها موظفند نزد بانک مرکزی داشته باشند که بر اساس مقدار سپرده بانکی تعیین می‌شود. پس بنابراین ما یک نسبتی تعریف می‌کنیم تحت عنوان نسبت کفایت ذخایر یا نسبت کفایت نقد یا سپرده قانونی، که نسبت ذخیره به سپرده رو ما می‌گیم. دقیقا فرمودید نسبت ذخیره به سپرده، یا آر تقسیم بر دی. آر همون ریزرو یا ذخیره بود، دی همون دپازیت.
پس دقت بفرمایید، ما الان وقتی این نسبت رو در واقعیت که مطرح میکنیم، این نسبت دو تا جزءش درون بانک نیست. آر در حساب بانک نزد بانک مرکزی است، دی سپرده مردم هست در اون بانک خاص. پس اینها رو بر هم تقسیم میکنیم. این رو تحت عنوان آر آر یا ریزرو ریشیو میشناسیم یا نسبت ذخیره. حالا یک نسبت دیگر هم میتونیم داشته باشیم، مقدار اسکناس و مسکوک درون جامعه به سپرده های بانکی. این رو تحت عنوان سی آر میشناسیم. سی آر یعنی کش ریشیو، کارنسی ریشیو ببخشید، یعنی کارنسی ریشیو یا سی آر. این که مردم چقدر اسکناس و مسکوک در دست خودشون نگه دارند به ترجیحات خانواده ها بستگی داره. خانوارها، مردم تصمیم میگیرن چقدر پول نقد نگه دارن، چقدر در داخل بانک قرار بدهن. سوال اینجاست، آیا چه زمانی CR افزایش پیدا میکند؟ چه زمانی CR افزایش پیدا میکند؟ مثلا نرخ بهره کم، شاید نه ولی فکر نمی کنم. در حالت تورم CR افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه؟ CR کاهش پیدا میکنه در زمان تورم. آی کیخان، سپرده کم بشه؟ آره بله آقای عقیلی، سپرده کم بشه. ولی چگونه سپرده کم بشه؟ احسنت. برای آقای جیرودی نوشتن، آقای عسکری کاملا برعکس، آقای عسکری نوشتن انتظارات تورمی. انتظارات تورمی که باشه شما سعی میکنی پول نقد نگه نداری، اما اگر بحران به وجود بیاد، اگر رکود به وجود بیاد، اگر بیکاری به وجود بیاد، اگر بانک ها یکی پس از دیگری سقوط کنند، شما ترجیح میدی بری پولتو از بانک پس بگیری. پس یک ناگهان شما میبینی که با هجوم بانکی CR به شدت افزایش پیدا میکنه. در شرایط عادی CR مقدار پایین است. یک زمانی در کشور ما این مقدار اسکناس و مسکوک در کل نقدینگی یک چیزی مثلا حدود در کل نقدینگی ها، نه تقسیم بر دپازیت، یعنی CR یعنی C تقسیم بر D به علاوه C یک چیزی حدود 40% بود. الان این نسبت رسیده به حدود 2%. یعنی مردم اصلا پول نقد نگهداری نمی کنند. این اثر تکنولوژی است. حالا اگر که نظام بانکی فرو بپاشد، حالا عجیب اینجاست که برخی از افرادی که طرح اصلاح نظام بانکی دادن 3-4 سال پیش، اینها پیشنهاد داده بودند که 2-3 تا بانک رو ما ورشکست کنیم که برای بقیه درس عبرت بشه. برای کی درس عبرت بشه؟ نظام بانکی ما که یا خصولتیه یا دولتیه. حالا 3 تا بانک هم شما اگر از بین بردید و در 3 تا بانک رو بستید، آیا مردم واقعا، احسنت بر شما جیرودی، آیا مردم رو شما داری تنبیه میکنی یا مدیران بانکی رو داری تنبیه میکنی؟ ببینید چه مشکلاتی. بله در آمریکا که بانک ها ورشکست میشن، چون بانک ها همه خصوصی هستن، تازه اونم ورشکستگیشون به همین راحتی نیست که ورشکست بشه. خیلی وقتا مدیریت رو از در واقع اول تیک اوور میکنن، مدیریت رو میگیرن، ناظر بانکی مدیریت رو میگیره. آره آقای، ببینید این که شما باید مدیر بانکی رو اگر خطا کرده باید تنبیه کنید. شما باید مدیر بانکی رو تنبیه کنید، نه مردم رو. اگر مردم رو تنبیه کنید، CR ناگهان به شدت افزایش پیدا میکنه. این از نکته اول. نکته دوم در مورد نسبت ذخیره به سپرده است. این نسبت ذخیره به سپرده به دو عامل بستگی داره. یکی اینکه مقررات سپرده قانونی چقدره. مثلا فرض کنید سپرده قانونی مثلا 8%. این نکته اول. نکته دوم این که بانک ها خودشون چه مقدار ذخیره مازاد نگه میدارن. پس ما دو نوع ذخیره داریم. یک قسمت از ذخیره، ذخیره قانونیه که بر اساس قانون باید نگه دارن. مثلا بانک ها باید 8%، 10 تا الان در ایران باید 10% بر اساس قانون نگه دارن. خب این 10% شما میذاری کنار، از اون طرف بانک ها 2% هم بیشتر معمولا نگه میدارن، پس میشه 12%. پس RR یا ریزرو ریشیو خودش به دو قسمت میتونه تقسیم بشه، 8 به علاوه 2، همش در یک حسابه. منتها ما میگیم این 10% که در حساب نزد بانک مرکزی هست، از این 10% 8%ش به خاطر الزام قانونیه
2% به خاطر احتیاط بانکیس یا ذخیره احتیاطی بانکی به حساب میاد. بسیار خوب. حالا ما میخوایم یه سری محاسبات خیلی ساده انجام بدیم که چی بگیم؟ خیلی ساده است. دقت بفرمایید. یه وقتی گم نشید این وسط، فقط دقت بفرمایید. ام چی بود؟ ام بود سی به علاوه دی. نقدینگی ما. نقدینگی ما مساوی است با سی. سی یعنی اسکناس و مسکوک به علاوه دی یعنی کل دیپازیت، کل حساب‌های در واقع حساب‌های سپرده، که این مساوی با سی به علاوه دی تقسیم بر بی ضرب در بی. پس ما میایم یک بی رو ضرب بکنیم، یک بی رو تقسیم میکنیم. دوستان عزیز یادتونه بی چی بود؟ برمیگردیم عقب. بی چی بود؟ بی مانیتری بیس بود. بی سی به علاوه آر بود. پس هر بس ببینید ما یک نقدینگی داریم، میایم نقدینگیمون رو تقسیم بر پای پولی میکنیم، بعد مجددا ضرب در پای پولی میکنیم. حالا به یک عدد جدید میرسیم. این عدد جدید ببینید چه جوریه. میگیم نقدینگی درون جامعه مساوی است با یک عددی ضرب در پای پولی. این عدد رو ما ضریب فزاینده میشناسیم یا ضریب تکاثر پولی میشناسیم. دقت فرمودید؟ این عدد رو ما ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر پولی میشناسیم. حالا فرض کنید ضریب فزاینده ما 10ه. فرض کنید مقدار پای پولی ما 100ه. پس مقدار نقدینگی ما چقدر میشه؟ احسنت، 1000 میشه. یعنی 10000 در 100 مساوی با 1000 میشه. حالا ما چرا اومدیم اینا رو محاسبات اینجوری انجام دادیم؟ چون این ضریب تکاثر بیشتر جنبه محاسباتی داره. دقت بفرمایید. حالا ضریب تکاثر توی این مدل ما چی بود؟ ما کجا به جای چی گذاشتیم ام به جای این؟ نگاه کنید. به جای این بخش ما گذاشتیم ام. ام کوچک، ببخشید. با ام بزرگ اشتباه نشه. به جای این قسمت گذاشتیم ام کوچک. حالا ما میریم این بعدا تحقیق میکنیم روی این ام کوچک. ببینیم ام کوچک به چی بستگی داره. دقیق میفرمایید. ام کوچک بود سی به علاوه دی تقسیم بر بی. خود بی چی بود؟ خود بی بود سی به علاوه آر. پس میشه سی به علاوه دی تقسیم بر سی به علاوه آر. ای خب ما هم سی تو صورت داریم، هم سی تو مخرج داریم. خیلی مهم شد. پس نقش سی خیلی مهمه. دقت بفرمایید. هر چند که در شرایط عادی زیاد تغییر نمیکنه. حالا ما میایم صورت و مخرج رو همه رو تقسیم بر مقدار سپرده های درون جامعه میکنیم. یعنی سی رو تقسیم بر دی میکنیم، به علاوه دی رو تقسیم بر دی میکنیم. این میشه صورت کسرمون. در مخرج هم داریم سی تقسیم بر دی به علاوه آر تقسیم بر دی. خب دقت بفرمایید. حالا ما چی داریم؟ آر تقسیم بر دی چی بود دوستان؟ یادتونه؟ آر تقسیم بر دی چی بود؟ آر تقسیم بر دی همین آر آر ما بود اینجا. یک آر آر داشتیم. سی تقسیم بر دی چی بود؟ سی تقسیم بر دی همین سی آر ما بود. پس بنابراین در اینجا ما داریم سی آر به علاوه یک تقسیم بر سی آر به علاوه آر آر. این دوتا آر داره. متاسفانه یکی گذاشتن. پس سی آر به علاوه یک تقسیم بر سی آر به علاوه آر آر. خب سی آر چه بود؟ مقدار پول نقد از مردم نسبت به کل سپرده ها به علاوه یک تقسیم بر مقدار نسبت پول نقد نزد مردم به علاوه نسبت ریزرو نزد بانک مرکزی. خب حالا یک قسمت از در واقع این ضریب تکاثر یا ضریب فزاینده رو بانک مرکزی میتونه تغییر بده، این آر آره. یک قسمتشو نمیتونه تغییر بده. کدومو نمیتونه تغییر بده دوستان؟ کدومو نمیتونه تغییر بده؟ احسن، سی آر. سعی میکنه با تغییر آر آر سی آر رو هم تغییر بده به نحوی. سعی میکنه با تغییر آر آر سی آر رو هم تغییر بده، ولی ممکنه نتونه. این هست که سیاست گذاری پولی کاملا ممکنه مؤثر نباشه.
یعنی همه چی در اختیار سیاستگزار پولی نیست. پس مجدداً عرض میکنم نقدینگی مساوی است با ضریب فزاینده. ضرب در چه؟ بفرمایید ضریب فزاینده ضرب در چی؟ ضرب در پایه پولی که ضریب فزاینده هست نسبت اسکناس و مسکوک به علاوه یک تقسیم بر نسبت اسکناس و مسکوک به علاوه نسبت ذخایر. حالا نسبت ذخایر که همیشه زیر یک دیگه، نمیشه که ذخیره گیری 100% که نداریم. پس گفتیم در نظام ذخیره گیری جزئی قرار داریم. در نظام ذخیره گیری جزئی مقدار ذخیره هیچ وقت 100% نیست، کمتر از یکه. اگر این طور باشه پس MMA همیشه بزرگتر از یکه. دقت فرمودید؟ MMA میشه بزرگتر از یک، چون مخرج کوچکتر از صورته. چرا مخرج کوچکتر از صورته؟ چون RR از یک کوچکتره، پس مخرج کوچکتر از صورته. اگر پایه پولی به اندازه دلتا بی تغییر کند، دوستان دقت بفرمایید مقدار نقدینگی ما چقدر تغییر می کند؟ اگر پایه پولی به اندازه دلتا بی تغییر کنه، مقدار نقدینگی درون جامعه چقدر تغییر می کنه؟ دومونیم از کجا اومد؟ به اندازه ام ضرب در دلتا بی تغییر میکنه. به اندازه ام ضرب در دلتا بی تغییر میکنه. اما اگر شما این رو به صورت لگاریتمی بنویسید، به صورت درصد بنویسید، اون وقت به این نتیجه میرسید که هر مقدار پای پولی تغییر، هر درصدی پای پولی تغییر بکنه، به همون درصد مقدار نقدینگی در جامعه تغییر میکنه معمولا. پس اگر پایه پولی 10% رشد کرد، نقدینگی ما دیر یا زود چقدر رشد میکنه؟ 10% رشد میکنه. درست شد؟ اگر نقدینگی ما 10% رشد میکنه، انتظار داریم به دلیل رشد 10% پایه پولی باشه. یعنی میگیم که اینها با هم دیگه تغییر میکنن. با درصدشون با هم یکیست. مقدارشون با هم یکی نیست. پایه پولی 10 تغییر میکنه. دقیق بفرمایید ضریب فزاینده 10 باشه، مقدار نقدینگی 100 تغییر میکنه، ولی درصدشون با هم برابره. خب پس این هست که اگر یک فردی مثل سعدوندی پیدا میشه، میاد در یک کشوری که در این کشور تصورشون اینه که ما 50 ساله از محل پایه پولی کسری بودجه دولت رو تأمین کردیم، حالا میخوایم از محل پایه پولی کسری بودجه دولت رو تأمین کنیم. بعد این فرد میگه که این کار رو نکنید، بروید از محل نقدینگی کسری بودجه دولت رو تأمین کنید. بعد چند صد اقتصاددان مقیم داخل ایران و خارج از ایران اینا اعلام میکنن که این مسئله هیچ فرقی نمیکنه، چه شما کسری بودجه دولت رو از محل ام تأمین کنید چه کسری بودجه دولت رو از محل بی تأمین کنید، چه تفاوتی دارن اینا با هم دیگه؟ شما باید کسری بودجه دولت رو کاهش بدهید، در حالی که چنین نیست. ما اینجا ملاحظه میکنید که اگر کسری بودجه دولت رو از بی تأمین کردی، به اندازه ام ضرب در کسری بودجه دولت باید نقدینگی ایجاد، در نهایت نقدینگی ایجاد خواهد شد. پس اگر که ما در واقع کمبود منابع داریم، بهتر این هست که از محل پای پولی کمبود منابع دولت رو جبران نکنیم، بلکه از محل انتشار اوراق از نقدینگی موجود جامعه این کار رو انجام بدیم. بسیار بله. خب حالا شما امتحان کنید، فرض کنید که M مساوی با M ضرب در B، فرض کنید خانوارها تصمیم بگیرن پول بیشتری را به صورت نقد و پول کمتری را به صورت سپرده های جاری دیداری نگه دارن. دوستان CR ما چی بود؟ CR ما چی بود؟ CR ما بود چی؟ C تقسیم بر D دیگه، درسته؟ فرض کنید سی بره بالا، دی همزمان دی بیاد پایین، چه اتفاقی برای این کسر میفته، برای این نسبت میفته؟
به شدت رشد میکنه، درسته؟ اگر سی آر رشد کنه، این کس بزرگتر از یک بود، این سی آر رشد میکنه، هم صورت رشد میکنه هم مخرج، پس مخرج هم رشد میکنه، درسته؟ هر دو رشد میکنند اینها. چه اتفاقی میفته برای کل کسر؟ ام شما چی میشه؟ عددی اصلا مثال بزنم خدمتون راحت تر باشه. فرض کنید که سی آر شما، فرض کنید سی آر شما باشه مثلا 10%، 1/10. خب دوستان یه مقدار شک کردید ها. ببینید مخرج ما از صورت ما کوچکتر بود، چون آر آری که در مخرج داشتیم، اینم آر آر بوده یادتون باشه، آر آری که در مخرج داشتیم کوچکتر از یکه، درسته؟ پس کل این کسب بزرگتر از یک بود، درسته؟ حالا فرض کنید این سی آر ما رشد کنه، دو برابر بشه 2 CR. پس اینجا داریم 2 CR به علاوه 1، در مخرج هم داریم 2 CR به علاوه R. به نظر شما این کسب بزرگ میشه یا کوچک میشه؟ هنوز محل اختلاف. خب بریم سراغ این که بنویسم واسات. بله بسیار خب، ببینید M مساویس با من سی آر نمیستم، سی به علاوه 1 تقسیم بره سی به علاوه آر. دیگه آر آر هم ننوشتم، اونم سی آر ننوشتم، درسته؟ خیلی خب، حالا اجازه بده عدد بذاریم. فرض کنید که قبلن داشتیم 0.1 به علاوه 1 تقسیم بره 0.1 به علاوه آر، آر ما باشه 0.1. خب دوستان عزیز صورت ما چیه؟ صورت ما هست 1.1 تقسیم بره، مخرج ما چیه؟ 0.2. 0.2 1.1 تقسیم بره 0.2 میتونیم بیاریم صورت بگیم، پس 1.1 ضرب در 5، پس میشه 5.5. خب حالا میریم سراغ مثال دوم. M مجددن مساویس با همون قبلی، ولی سی آر ما به جای 1/10 این دفعه بشه 2/10. صورت ما چی میشه؟ 2/10 و علاوه 1 میشه چی؟ 1.2. مخرج ما چی میشه دوستان؟ 2/10 به علاوه 1/10 میشه چقدر؟ 2/10 به علاوه 1/10 میشه 3/10، درسته؟ 0.3. خیلی خوب، حالا چی داریم؟ حالا داریم ببینید 3 تقسیم بر 10 یا 12 تقسیم بر 3 میشه 4. خب دوستان کدام کوچکتره؟ M1 کوچکتره یا M2؟ یا M0 کوچکتره یا M1؟ اینو میذارم M0، اینو میذارم M1. M1 کوچکتر شد از M0. خیلی خوب، حالا چی داری میگی؟ دقت بفرمایید. اگر مردم پولهای خودشون رو از نظام بانکی بیرون بکشند و به صورت وجه نقد نگه دارند چه اتفاقی میفته؟ ضریب تکاثر یا ضریب فزاینده کاهش پیدا میکنه. چرا کاهش پیدا میکنه دوستان عزیز؟ چرا کاهش پیدا میکنه؟ ضریب فزاینده کاهش پیدا میکنه. احسنت، یعنی قدرت بانک ها. بانک از کجا قدرت وامدهی داره؟ از اینکه مرتب سپرده از مردم دریافت میکنه دیگه. اگر بانک کمتر سپرده دریافت، پس این شهودی که نوشته بودیم اونجا منظور اینه،
اگر بانک سپرده کمتر دریافت کنه از مردم، اگر مردم بیشتر پول نقد نگه دارن، اون وقت بانک نمیتواند به اندازه کافی وام بدهد. آیا چنین اتفاقی در دنیا افتاده یا نیفتاده؟ پاسخ اینه که چنین اتفاقی در دنیا افتاده است. در 1900 نه، در 2008 نه، ولی در 1929 در Great Depression یا رکود بزرگ، که بزرگترین رکود تاریخ حداقل دنیای معاصر هست، دنیای مدرن هست، اتفاقی که افتاد این بود که تعداد زیادی بانک ورشکست شدن. مردم رفتن به سمت اینکه پولهای خودشون از بانک ها بگیرن و مقدار نگهداری ذخیره نقد افزایش پیدا کرد. دقت می‌فرمایید؟ خب این چه اتفاقی می افتاد بعد برای بانک؟ بانک ها نتوانستن وام بدهند. همین، و از اون طرف بانک ها هم محتاط بودن در وام دهی. این شد که سالیان سال این رکود ادامه پیدا کرد و متاسفانه تشدید شد. پس دقت بفرمایید، این که شما مردم را بترسانید از این که در بانک ها سپرده گذاری کنند، بسیار بسیار سیاست مخرب و خطرناکی است. این رو دقت بفرمایید. خیلی خوب، خب برمی گردیم به یک مقداری، ببخشید این جلسه اول بود، پیام هایم که من دریافت میکردم از دوستانی که در جلسه حضور ندارن، در کلاس نتونستن وارد بشن، یک مقداری ناخودآگاه رفتم به این سمت که کلاس رو خیلی سرعتش رو زیاد نکنم، هم به این دلیل که جلسه اول بود، هم به این دلیل که این دوستان ما تشریف نیاوردند و این مطالب مطالب مهمی هست. خب دوستان دقت بفرمایید، یک نکته خیلی مهم ما همینجا میبینیم. مسئله که ما اینجا، درسی که ما اینجا گرفتیم این هست که یک ضریب فزاینده پولی داره که این ضریب فزاینده پولی ثابت نیست، متغیر هست، تغییر میکنه بستگی به شرایط، تغییر میکنه. تغییر این ضریب فزاینده پولی هم به مقدار رفتار مردم نسبت به دریافت وجوه نقد یا نسبت به سپرده گذاری بستگی داره و هم نسبت به سیاست‌های سیاستگزار پولی ما بستگی داره. افزایش در سی آر مخرج ام را با نسبتی بیش از صورت افزایش میدهد، بنابراین ام کاهش یافته و باعث سقوط ام بزرگ میشود. یعنی نسبت، یعنی ضریب فزاینده دیگه، ضریب فزاینده اون قدرت سابق رو نخواهد داشت. شهودش میشه اگر خانوارها پول کمتری را سپرده گذاری کنند، در این صورت بانک ها نمیتوانند به همان اندازه وام بدهند، بنابراین سیستم بانکی نمیتواند پول زیادی خلق کند یا پول زیادی ایجاد کند. بسیار خوب. خب دوستان عزیز، ما الان حدوداً الان ساعت 11:15 هست و ما 2 ساعت به طور کامل تدریس داشتیم، بیش از 2 ساعت، شاید یک چیزی حدود 2 ساعت و ربع ما تدریس کامل داشتیم برای امروز و برخی از دوستان هم به هر دلیلی نتوانستن وارد کلاس بشون. من این مسئله مهمتری که در انتهای فصل حدود 15 اسلاید داریم که مربوط هست به سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، با اجازه من اینو میذارم برای جلسه بعد. منتها جلسه بعد فصل 4 کتاب بلانچارد رو که حجمش هم کوتاه‌تر هست و حدود 24-5 اسلاید هم بیشتر نیست، ما سریع‌تر درس خواهیم داد. پس خاطرتون باشه جلسه بعد جلسه مهمی برای ما انشالله خواهد بود. خب حالا اگر سوالی باشه من در خدمتون هستم، چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری. خواهش میکنم، الان دیگه زمان آزاد هست و میتونید سوالات رو مطرح بفرمایید. آقای فاطمی بفرمایید. آقای فاطمی بفرمایید، بعدش هم آقای اسدی، بعد از آقای فاطمی. سلام علیکم استاد. سوال من تو اون قسمت 50 متوجه نشدم. ما الان $1000 از دلار اومده تو بانک نشسته و بانک مثلا $800 برگردونده. این $50 که از خارج وارد این مثال شد، از کجای این $1000 وارد این سرمایه بانک شد؟ یعنی اون مردمی که تزریق کردن خودشون اومدن از یه جای دیگه $50 اومد، یا نه اصلا
کلا این 50 دلاره چه جوری به عنوان سرمایه بانک تو مثال ذکر شد؟ یه چیز فرضی بود آیا یا نه بر مبنای همون 1000 دلاری که اون اول مطرح شده بود که این سه تا سناریو چیده شده بود که آقا یا کلش بانکی وجود نداشته باشه یا 100% به قول معروف ذخیره سازی بشه و سناریو سوم هم بود که یه مقدارش داده بشه و یه مقدارش تو بانک نگه داشته بشه. من میخوام ببینم این 50 دلار خارج از اون 1000 دلار اول بود چی بود؟ اینو من متوجه نشدم راستش. بسیار خوب. دوستان صدای بنده رو دارید؟ بله. خب میکروفون لطفا قطع فرمایید. میکروفون ها. خب بسیار خوب. گوش بدید. ببینید آقای ببینید اینجوری من خدمتتون عرض کنم. 1000 دلار ما در اختیار مردم قرار دادیم. در مثال اول مردم همه این 1000 دلار رو به صورت سپرده در اون بانک سپرده گذاری میکنن. در حالت دوم وارد دنیای مدرن شدیم. در دنیای مدرن تعهدات بانک به جامعه به یک صورت نیست. در یک ردیف قرار نداره. برخی از افراد میان سپرده گذاری میکنن در اون بانک. برخی از افراد میان سهام میخرن. بعضی از افراد اوراق بانک رو میخرن. پس اون 1000 دلار ما تقسیم شد به سه نوع مختلف تعهدات بانکی که یکی از اون سه نوع در واقع سهام هست. حالا چرا این کارو کردیم؟ چون فردی میاد سهام بانکو میخره که حاضر ریسک بیشتر ببره یا ریسک بیشتری رو تحمل کنه و از اون طرف ممکنه بازده بالاتری هم کسب کنه. پس افراد از نظر ریسک پذیری متفاوت هستند. وقتی این ترتیب رو میچینیم، وقتی این بازی رو انجام میدهیم، به سلامت نظام بانکی کمک خواهیم کرد. بنابراین اینطور نیست که سپرده بانکی و اوراق بانکی و سهام بانکی هر سه از نظر کارکرد در اقتصاد در یک ساعت قرار بگیرن. پس اون 1000 دلار رو در مثال اول همش رو ما سپرده گذاری کردیم. 1000 دلار دوم رو در مثال دوم 3000 دلار رو ما بخشش رو به صورت سپرده گذاشتیم 750 دلار، بخشی رو به صورت اوراق سرمایه گذاری کردن مردم 200 دلارش و 50 دلارش رو فرض کردیم که مردم اومدن سهام بانک رو خریدن. برای من بنویسید که آیا خب آخه استاد شما بعدش که رفتین اهرم رو به دست آوردین 1000 رو تقسیم بر 50 کردین. بله اون 1000 با این 1000 خیلی فرق داشت. آقای شما من الان نمیبینم که آقای فاطمی خوش آمدید. بله آقای فاطمی عزیز ببینید اون 1000 رو از اون طرف دیگر ترازنامه ما کسب کردیم. دقت فرمودید. گفتیم حالا این 1000 دلار رو بانک تامین منابع کرد، تخصیص منابع بشه صورت گرفته. بعد رفتیم گفتیم که آقا یه بخشش رو مثلا 500 دلار از این 1000 دلار رو بانک وام داده. حالا با بقیهش کار نداریم چیکار کرده، ولی 500 دلارشو وام داده. اومدیم گفتیم این 500 دلار ممکنه از دست بره. بنابراین مقدار کل دارایی های بانک رو اومدیم تقسیم کردیم بر اون 50 دلاره. میگیم اگر اینها خیلی از هم فاصله پیدا کنن بانک دچار مشکل میشه. اگر به جای 50 دلار 1 دلار بانک حقوق صاحبان سهام داشته باشه، اون طرف دارایی هاش همون 1000 دلار باشه، این نسبت به جای 20 میشه 1000. اگر این نسبت شد 1000 دچار مشکل خواهیم شد. دقت فرمودید؟ آها متوجه شدم. این تفاوت تو طرف اینه صورت بود که بله. یه طرف از طرف بانک در واقع بود، یه طرف اون سمتش از طرف مردم بود. بله. ما میخوایم اگر بانک داره ریسک میکنه و دارایی ریسکی خلق میکنه، البته بخشش ریسکی نیست، ریزروش ریسکی نیست، ذخایر رو ما به عنوان یک دارایی بدون ریسک برای بانک در نظر میگیریم، ولی بقیه دارایی های بانک همه ریسکی است. اوراق بهاداری که بانک میخره ریسکیه، تسهیلاتی که بانک میخره ریسکیه. ما میخوایم این اگر این ریسک محقق شد و زیانی حاصل شد، این زیان به اون سهام داره برسه، یعنی از اون 50 دلاره تأمین بشه، نه از بقیه که اومدن پولشون رو در وام سپرده گذاری کردن و حاضر نبودن ریسک بپذیرند. مشخص شد؟ بله استاد ممنون. بسیار عالی، خیلی سوال خوبی کردید، متشکرم. آقای اسدی بفرمایید، بعد به سوالای نوشتاری پاسخ میدم. آقای اسدی بفرمایید. سلام استاد،
سلام علیکم. بله صدا شما رو دارم، بفرمایید. شب شما بخیر بزرگوار. عرضم به خدمت شما دو تا سوال داشتم. یکی این که آیا با مطالعه تغییرات عرضه پول بله. میشه توان به تغییرات سطح عمومی قیمت ها پی برد؟ این سوال یک بود. سوال دوم این که برای شرایط کنونی کشور حجم عرضه پول مناسب چه حجمی رو پیشنهاد می‌فرمایید شما؟ سپاسگزارم. دو تا سوال خیلی خوب مطرح فرمودید. ببینید تورم یک پدیده پولیه، بنابراین تا وقتی که شما عرضه پول رو کنترل نکنی نمیتونی تورم رو کنترل کنی. منتها فقط یک پدیده پولی، یعنی در سایه انتظارات تورمی هم هست، این انتظار تورمی هم نقش داره. منتها اگر شما عرضه پول رو کنترل نکردی امکان نداره بتونی انتظار تورمی رو هم کنترل کنی. دقیق فرمودید. سوال دوم شما این که اصلا عرضه پول چقدر باید باشه، خب در کشور ما خیلی کمتر از این میزان باید باشد. اون تا در اقتصاد کلان ما آموختیم که مقدار کلهای پولی رو هدف گذاری نکنیم. یعنی دقیقا این سوال شما رو ما در علم اقتصاد کلان پیشرفته سوال غلطی میدونیم. ما میگیم که سیاستگذار پولی نباید بیاد مقدار مثلا رشد حجم پول، مقدار عرضه پول رو تعیین کنه، بلکه باید نرخ بهره رو تعیین کنه. وقتی نرخ بهره رو تعیین میکنه در واقع داره مقدار کلهای پولی رو تعیین میکنه، اما دستش، یعنی در واقع یک مقدار اینجا اجازه بازی میده. حالا چرا مقدار کلهای پولی رو بانک مرکزی اصلا نباید هدف گذاری کنه؟ یعنی این سوال که ما بگیم که بانک مرکزی الان چه مقدار باید عرضه پول داشته باشه، ما اصلا اینجوری جواب نمیدیم. میگیم بانک مرکزی باید انقدر عرضه پول داشته باشه که مثلا الان نرخ بهره باشه مثلا 25%. دقیق میفرمایید؟ خب دوستان عزیز، من مجددا عرض میکنم که ما در اقتصاد کلان مدرن هدف گذاری روی کلهای پولی انجام نمیدیم، بلکه در اقتصاد کلان مدرن کاری که انجام میدیم این هست که هدف گذاری روی نرخ بهره انجام میدیم. دقیق میفرمایید؟ هدف گذاری روی نرخ بهره انجام میدیم، از این طریق کلهای پولی هم کنترل میکنیم. بنابراین این که بپرسیم که عرضه پول چقدر باید باشه، معمولا اینجوری سوال نمی کنیم. میگیم نرخ بهره چقدر باید باشه، انقدر عرضه انجام می شود تا نرخ بهره تا نرخ بهره به نرخ هدف برسد. دقیق می فرمایید؟ این روشی است که باید عمل بشه. دوباره عرض می کنم خدمتتون، ما در اقتصاد کلان پیشرفته عرضه پول رو هدف گذاری نمی کنیم. نمی پرسیم چه مقدار باید پول عرضه بشه در اقتصاد یا رشد پول در اقتصاد چقدر باید باشه، بلکه نرخ بهره رو هدف گذاری می کنیم. میگیم باید انقدر عرضه پول انجام بشود که نرخ بهره به سطح هدف گذاری شده برسد. به این صورت خسته نباشید. وقتی که بانک از سپرده ها مجدد وام می دهد، آیا ارزش اون $1,000 اول کاهش پیدا نمی کند؟ نه، ارزش $1,000 اول چرا کاهش پیدا کنه آقای رشیدی؟ نه، اگر به همون اندازه کالا و خدمات وجود داشته باشه چرا ارزش $1,000 اول کاهش پیدا کنه؟ اگر به شدت این وامدهی صورت بگیره بله، ولی این فقط مثالی بود که ما زدیم، فقط میخواستیم به شما ضریب فزاینده رو نشون بدیم. در زمان تورم با کاهش ضریب فزاینده میتوان تورم را کنترل کرد. آیا شدنی است؟ بله آقای حسین زاده، شدنی است. چرا نرخ بهره رو میبری بالا؟ برای که مقدار کش در اختیار مردم کاهش پیدا کنه یا حسابهای جاری به حسابهای شبه پول تبدیل بشه و از این طریق سعی میکنیم ضریب فزاینده رو کاهش بدیم. دقیق فرمودید. البته فقط اون ضریب فزاینده اون کش تاثیر میذاره، ولی مقدار ذخایر رو خیلی وقتا ممکنه تغییر بدهند که روی ضریب فزاینده تاثیر بگذارن. اما اینکه شدنی است، من جواب سوال شما رو اینجوری دادم که شدنی است، اما اینکه مطلوب است، خیر مطلوب نیست آقای حسین زاده. مطلوب نیست که نظام، در واقع مطلوب نیست که ضریب فزاینده رو هدف قرار بدیم. چرا؟ برای اینکه بخشی از ضریب فزاینده و بخش اصلی ضریب فزاینده در اختیار ما نیست، در اختیار سیاستگذار پولی نیست، بستگی به رفتار جامعه داره. بنابراین تأثیر بر ضریب فزاینده ممکنه که به نتایج دلخواه نرسد. مثال میزنم خدمت شما، در ابتدای سال به دلیل کرونا
50 اقتصاددان برتر ایران و خارج از کشور که برخیشون در بهترین دانشگاه‌های دنیا استاد بودن، پیشنهاد دادن که تسهیلات کرونایی داده بشه. این تسهیلات کرونایی از کجا باید در واقع از کجا تأمین میشد؟ همین نسبت آر آری که شما دیدید، همین نسبت ذخایر رو یا ذخایر قانونی یا سپرده قانونی رو توصیه کردن کاهش بدیم. بانک مرکزی هم که سمعن و طاعتا معمولا در اینجور موارد اصلا بررسی نمی کنن مسئولین ما. نمیدونم چطور است، به نظر نمیرسه مشاوری داشته باشن که این رو به بحث بگذارند. خب چه اتفاقی میفته دوستان عزیز؟ بفرمایید چه اتفاقی افتاد؟ ضریب در واقع ببینید نسبت سپرده قانونی رو کاهش دادند، آر آر رو به شدت کاهش دادند، مقدار ضریب فزنده افزایش پیدا کرد، از اون طرف پای پولی هم افزایش پیدا کرد. دلیل اصلی رشد سریع بورس تا ماه مرداد همین قضیه بود. بعد جلوش رو گرفتم. دقیق می‌فرمایید؟ یعنی در واقع این افراد یک توصیه کرده بودن که روی ضریب فزنده یک تأثیری بگذاریم، یا تأثیرش رو پیشبینی نکرده بودن، تأثیر تغییر سپرده قانونی بر ضریب فزنده رو، ولی بالاخره تأثیر خیلی شدید تورمزا داشت و به طوری که هیچ کس فکر نمی‌کرد که در سال 99 قیمت ملک گرون بشه، اما مجدداً قیمت ملک به شدت بالا رفت. اینو دقت بفرمایید. پس بنابراین میشود ضریب فزاینده رو کنترل، یعنی میشود ضریب فزاینده رو سیاست گذاری کرد، هدف گذاری کرد، اما توصیه نمیشود. مطلوب نیست، به نتایج مطلوب ممکنه نرسیم. خیلی خوب، نرخ بهره که بالا بره دوباره باعث خلق پول و تورم نمیشه؟ نرخ بهره که بالا بره آقای کمالزاده یزدی، این نکته که شما فرمودید، این سوالی که کردید، دقیقا بسیاری از اقتصاددانان ایرانی امروز به همین نتیجه رسیدن. به جز ایران یک کشور دیگه هست که آقای اردوخان یا اردوغان، آقای اردوخان در کشور ترکیه، ایشون هم یک چنین ادعایی داشت، یعنی میگفت نرخ بهره که بالا بره باعث خلق پول تورم میشه و بنابراین نرخ بهره رو کاهش دادن و ارزش پولشون سقوط کرد و داشت کشور از دست میرفت. در نهایت دامادشو برکنار کرد دیگه، ایشون دامادشو برکنار کرد و به راه راست هدایت شد. ببینید، میشه، ممکن هست که نرخ بهره که بالا میره باعث خلق پول و تورم بشود. منتها عرض کردم خدمتتون، ببینید ما نرخ بهره‌ای که الان داریم صحبت می‌کنیم نرخ بهره واقعیه. اگر تورم انتظاری شما الان در ایران 50% باشه، نرخ بهره تا به 50% که برسه، تا پایین‌تر از 50% که باشه، هر افزایش نرخ بهره نه فقط تأثیر تورمزا نخواهد داشت، بلکه ضد تورمی خواهد بود. منتها اگر نرخ بهره به شدت بالاتر از نرخ در واقع نرخ تورم انتظاری بشود، یعنی نرخ بهره، اگر نرخ تورم انتظاری ما 50% نرخ بهره بره به 70% برسه، اون وقت همین افزایش نرخ بهره خودش تورمزا خواهد بود. اینکه آیا در دنیا تا حالا شده شرایطی پیش بیاد که افزایش نرخ بهره باعث تورم بشه؟ بله شده. یک کشور در دنیا هست که دولتش اعلام کرد ما دستاورد تورمی به دست آوردیم، در اون زمان نرخ تورم رو کاهش داد ولی نرخ بهره بانکی رو کاهش نداد و همین تفاوت، یعنی نرخ بهره واقعی رو مثبت کرد و همین تفاوت 10% باعث انباشت تورم شد در کشور ایرانوس و باعث تورم شد، یعنی از قضا سرکنگبین صفرا فزود، افزایش نرخ بهره واقعی باعث تورم شد. بله شده، ولی فقط در این کشور شده. حالا همونایی که اون زمان نرخ بهره واقعی رو به شدت افزایش دادند، همونا امروز که باید نرخ بهره رو افزایش بدهند میگن نه، اگر نرخ بهره رو افزایش بدیم تورمزاست. فقط من توصیه‌ام به این دوستان عزیز این هست که بیاد کلاس ما رو شرکت کنید. بالاخره حالا یک مقداری باید از تکبرشون کم کنن دیگه. فرق است وقتی که نرخ تورم انتظاری شما به شدت
کم شده و نرخ بهره شما مثلا 20%، نرخ سپرده بانکیتون 20%، نرخ تورم تولید کنندتون 0 شده، با شرایطی که نرخ تورم تولید کنندتون 50% و نرخ بهرهتون 20%، این دوتا با هم دیگه مطلقا یکی نیستن. هر کس که این دوتا شرایط رو یکی میبیند، شما به عقلش شک نکنید ولی به علم ایشان شک کنید. بسیار خب، با تزریق نقدینگی در دنیا در یک سال اخیر تورم ایجاد نکرده ولی در کشور ما تورم ایجاد کنه. بله آقای حسینی پور، چون مردم دنیا عاقل هستند، مردم ایران هم عاقل هستند. مردم دنیا میدانند که سیاستگزار پولی اونها با سواد، با تجربه است، در دانشگاه خوب درس خونده، تجربه بانکی داره، بعد رفته شده رئیس بانک مرکزی اروپا، بعد شده رئیس فدرال رزرو. به ایشان اعتماد دارن، میدونن که اجازه ایجاد تورم نمیده. وقتی اجازه ایجاد تورم نمیده، حتی اگر رشد نقدینگی داشته باشن تورمی به وجود نمیاد، چون انتظارات تورمی وجود نداره که تورم به وجود بیاد. منتها در اون کشور خاص دیگر مردم اعتمادی ندارن به سیاستگزار پولی، مردم اعتمادی ندارن که دولت بتواند تورم رو کنترل کند. بنابر این نقدینگی با انتظارات تورمی تلفیق میشود و به تورم‌های بالا منجر می شود. چرا نرخ سپرده قانونی رو افزایش ندادن در مقابل افزایش پایه پولی؟ اصلا کلن افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی سیاست خوبی نیست. اصلا سپرده قانونی رو ابزار مناسبی برای سیاست گذاری پولی نمی دانند، حالا چه افزایش یا کاهشش. اینکه چرا نرخ سپرده قانونی رو افزایش ندادن، در نهایت افزایش دادن، نرخ سپرده قانونی رو مجددن به سطح 10% برگرداندند. بله. آیا مطلوب است که با تغییر ذخایر به کنترل نقدینگی بپردازیم؟ خیر، مطلوب نیست. با تغییر ذخایر یا تغییر نرخ سپرده قانونی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست. با خلق پول هم میتواند وام بدهد. حالا قبلش یک چیزی شما نوشتید گویا من نمیتونم ببینم. آقای مرادی، با خرق پول هم میتواند وام بدهد، چرا از طریق سپرده گذاری مردم این کار را میکند و مجبور شود سود هم بدهد؟ آها آقای مرادی، شما اصلا به عرایز بنده مثل این که توجه نکرده بودید. ببینید، حتی اگر خرق پول رو ما میگیم که بانک خرق پول انجام میدهد، ولی به محض اینکه من متوجه هستم آقای مرادی احتمالا در کلاس سیاست گذاری پولی ما حضور داشتید، اونجا ما گفتیم جهت علیت معکوسه، یعنی تسهیلات ایجاد می شود، این تسهیلات میره در سپرده بانکی می نشیند. از اینجا این سوال مطرح شده. خب در همون کلاس هم پاسخ دادیم که اگر که خلق پول انجام بشود اما به میزان کافی سپرده گذاری انجام نشود، بلافاصله بانک به سمت ورشکستگی می رود. یعنی خلق پول تا بی نهایت نمی تواند ادامه پیدا کند. اصلا کل کلاس سیاست گذاری مدرن پولی ما روی این قضیه بود، یعنی بعد از 4-5 ساعت بقیه اون 22 ساعت این بود که چرا خلق پول توسط نظام بانکی افسار گسیخته نیست، چرا محدود می شود. بعد توضیح دادیم که 4 محدودیت در بانک ها هست، یکیش همین سوداوری بانک هاست، یعنی بانک ها تا بی نهایت نمی توانند خلق پول رو افزایش بدن، چون افزایش خرق پول یعنی نرخ سود سپرده تسهیلاتشون رو کاهش بدن و از اون طرف اگر سپرده از بانک خارج بشه بانک ورشکست میشه، پس نرخ سود سپرده رو باید افزایش بدن. همزمان هم نرخ سود تسهیلات رو کاهش بدن هم نرخ سود سپرده رو افزایش بدن. اگر این کارو نکنن بانک ورشکست میشه، اگر این کارو بکنن حاشیه سود صفر میشه. بنابراین اینجوری نیست که خرق پول بانکی بی ضابطه و بدون محدودیت باشد. بسیار. طرح کارت اعتبار برای دارندگان سهام عدالت تورم‌زا نیست؟ چرا کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت افزایش قدرت خرید است که اگر باز پرداخت این به تعویق بیفته برای مدت طولانی، چرا این تورم‌زا خواهد بود؟ اگر باز پرداختش در کوتاه مدت صورت بگیره، نه تورم‌زا نیست. متوسط ضریب ذخایر فعلی در ایران و آمریکا چقدر است؟ معمولاً ضریب ذخایر، ضریب تکاثر یا ضریب تکاثری یا ضریب فزاینده بین 5 تا 10 هست و متوسطش حدوداً 7 است.
در مورد آمریکا میتونستید حساب کنید. در همین مثال عددی که داشتیم میتونستید حساب کنید. حدوداً 7 است. آیا جی دی پی با عرضه پول نسبتی دارد؟ بله. ببینید، این که شما هر مقدار پول داشته باشید یک رابطه‌ای با جی دی پی پیدا میکنه. اونجوری این رابطه خیلی مشخصی نیست. همونطور که ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر عرض کردم خدمتتون، خیلی ثابت نیست و دقیق نیست. رابطه بین جی دی پی و پول هم دقیق نیست. خب این هست که کنترل تورم در ابتدا پیچیده به نظر میرسه. یعنی رابطه بین جی دی پی و پول، رابطه بین پول و پای پولی، هر دوی اینها نادقیق هست. مثل اتومبیل میمونه که شما وقتی فرمون رو میخواید بپیچونید معلوم نیست چقدر بپیچه ماشین. از اون طرف وقتی گازم میدید معلوم نیست چقدر گاز میده ماشین. بعض وقتا تند میره، بعض وقتا کند میره. هر دو ابزار دقیق نیستند. استاد، وقتی دولت اوراق میفروشد باعث کاهش ضریب فزاینده میشود؟ این بستگی داره. وقتی اوراق میفروشه چیزی که میتونیم بگیم اینه که از ام برای تامین کسری بودجه استفاده، از نقدینگی برای تامین کسری بودجه استفاده کرده، از پای پولی برای تامین کسری بودجه استفاده نمیکنه. این نکته اصلیه. اما اگر این کار رو نکنه، خب طبیعی است که مقدار تورم مثلا کاهش پیدا کنه. دقیق میفهمید؟ ولی این که حالا تورم کاهش یا افزایش پیدا کنه، مقدار ضریب فزاینده خیلی تغییر کنه با انتشار اوراق، اینو باید روش فکر کنیم. معمولا روی سرعت گردش پول تأثیر بیشتری به نظر من میذاره یا تقاضای مبادلاتی پول. آقای دکتر، چرا بانک مرکزی برای تراز کردن بانک‌ها سیاستی رو در پیش نمیگیرد که حجم پول بدون هزینه بانک‌ها رو افزایش دهد، مانند حذف سود حساب‌های سپرده کمتر از 6 ماه فکر کنم بوده. بله، ببینید، سود سپرده الان حساب‌های کمتر از 6 ماه قبلا خیلی سیاست خوبی بود اگر حذف می‌شد. بنده خودم پیشنهاد دادم که وقتی که تورم پایین بود، در حد 6 درصد، در حد 8% تورم مصرف کننده بود، 0% تورم تولید کننده بود، اون زمان باید ما سعی میکردیم که حساب‌هایی که نزدیک به حساب جاری هستن سودشون رو حذف میکردیم، ولی انجام نشد. الان انقدر مقدار تورم بالاست که اصلا این سود حساب‌ها به حساب نمیاد و دلیل اصلی تورم این سود حساب‌ها دیگه نیست. اگر یک وقتی انشاءالله یک روزی با همکاری شما دوستان تورم کاهش پیدا کرد، اون وقت میرسیم به شرایطی که سعی کنیم که نرخ سود سپرده های نزدیک به نقد رو حذف کنیم. خواهش میکنم آقای اسدی، در خدمت شما هستم. استاد، پیشنهادات در پیجتون درباره فارکس نظرتون رو بفرمایید که چرا مناسب نیست. فارکس خب ما ندیدیم، بنده ندیدم کسی سود کنه در فارکس. اگر شما میشناسید خب معرفی کنید. فردی دو سال، چون فارکس اگر شما واقعا بتونید سوداوری داشته باشید به سرعت پولدار میشید، به شدت پولدار میشید. من چنین چیزی تا حالا در تجربه 25 ساله خودم ندیدم اینجور چیزی رو. خب آقای جعفری گفتن که پیشنهاد دیگر هم این که یک دوره درباره ارزهای دیجیتال برگزار بشه استقبال میشه و مناسب هم هست. آقای جعفری، برنامه این کار رو داشتم و به نفع بنده هم بوده که دوره ارز دیجیتال برگزار کنم، منتها اقتصاد کلان رو برای کشور ارجح دونستم. از نظر خودم اگر قرار بود درآمد کسب کنم اصلا دوره برگزار نمی کردم. اولا اگر میخواستیم اون دوستانی که یک دوستی که زحمت کشیدن یه مقداری انتقاد کردن، ایشون متوجه نیستن که هزینه فرصت بنده خیلی خیلی بالاتر از این وقتی از من امروز از صبح تا همین الان که خدمت شما هستم روی دوره داشتم کار میکردم. یعنی باور نمیفرمایید، اصلا تعطیلی نداشتم، تمام مدت مشغول بودم روی این کلاس داشتم کار میکردم. به نظرم اقتصاد کلان ارجحیتش بیشتر است از رمز ارز، ولی بعدها ممکنه که کلاس رمز ارز هم داشته باشه. مثلا آمریکا به انجام برمیگرد و انتظار تورمی کاهش پیدا میکنه، آیا فرصت مناسبی برای کاهش نرخ سود نیست؟ آره، آقای میساقی میخواد سود رو کاهش بده. سود ربطی به آمریکا نداره. اگر تورم کاهش پیدا، بله، انتظار تورمی، دقیقاً، نه تورم. اگر انتظار تورمی کاهش پیدا کنه، باید سود به همون میزان، سود بانکی رو، سود اوراق رو به همون میزان کاهش داد. بله، کاملا درست میفرمایید.
ممنون بابت وقتی که میگذارید. بنابراین با شرایط اقتصادی ما تو از اون طرف شاید میساقی نمیگن که الان که انتظارات، یعنی الان که نه ولی مثلا دو سه ماه پیش که انتظارات تورمی در حال شعله گرفتن بود، باید انتظارات تورمی در شعله ور شده بود، باید نرخ سود رو افزایش میدادن که ندادند. بسیار خوب دوستان عزیز، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که موفق باشید. من در گروه هم در خدمت شما خواهم بود. گروه اقتصاد کلان یک رو متوقف خواهیم کرد از امشب و گروه اقتصاد کلان دو محل اصلی مبادلات و مباحثات خواهد بود. انشالله با همدیگه ایده ها رو در اونجا بیشتر خواهیم شکافت. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. شب شما به خیر باشه. خدا نگهدار شما.